آهنگ عسل از ابی رو با هم تماشا کردیم. بریم سراغ ویدیوی تاپ 10 برنامه از یکی از طرفدارای ابی. ابی توی کنسرت آخرش یه تیکه کوچولو از آهنگ این خواننده رو به افتخار حضورش تو کنسرت خوند. وای چقدر مستم من. این آهنگ ساسی مانکن و ابی روی سن خوند. موزیک ویدیوی بعدی که می‌خوایم ببینیم از ساسی عزیزه که قبلا هم ازش براتون آهنگ پخش کرده بودم. این موزیک ویدیوش واقعا ترکونده. موزیک قردار و ریتمیکش حسابی مجلس گرم کن شده. من خودم خیلی دوستش دارم. ساقیا، شعر و موزیک از خود ساسان و تنظیم نوید میرزایی. قبل از اینکه بریم آهنگو با هم ببینیم، همونطور که اول برنامه بهتون قول دادم، بریم سراغ سورپرایز برنامه. با ساسان عزیز یه مصاحبه کوتاه داشتم. بریم با هم بشنویم. سلام سازان جان، بهارم از تلویزیون دریملند استرالیا با تماس میگیرم. ممنونم از اینکه وقت رو در اختیار ما گذاشتی تا بینندهای گلمون تو ملبورن استرالیا هم صدا تو بشنون. سلام بهار جون، سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان کانال دریملند. امیدوارم که البته با یه ذره تاخیر سال خوبی داشته باشین. من در خدمتتون هستم. ممنونم ازت، سال خوبی رو برای تو آرزو میکنم. میدونم که نوروز خوبی رو پشت سر گذاشتی. تور کنسرت‌های توی امریکا ترکونده. اگه اشتباه نکنم بله. با آرش توی هیوستن برنامه داشتی. کنسرت‌ها چطور بود؟ کنسرت خیلی خوب بود. برای جون دو تا کنسرت داشتیم توی یه دونه الی داشتیم یه دونه هیوستن که خدا رو شکر با آرش عزیز خیلی کنسرت خوبی بود. حالا البته من الان آمریکا هستم، من ادامه تورم تو ماه می هست. ولی خیلی خوب بود. خدا رو شکر خیلی راضی. یعنی یک ماه دیگه دوباره شروع می‌کنی. آره تقریبا 10 تا برنامه تقریبا که امیدوارم این برنامه قبلی خوب باشه. عالی 100%. آرش که حدود 6 7 ماه پیش اینجا بود، یه اجرای عالی اکتیو و شاد داشت. خودت هم که میدونم همه موزیکات شاد و اکتیو 100%. دو تاتون با هم ترکوندین. یه سوال مهم ازت میخوام بپرسم ببینم اینکه برای استرالیا چه برنامه‌ای داری؟ میای یا نه؟ حتما یکی از پلن‌های اصلی امسالمون برنامه استرالیا و اینکه فکر می‌کنم ولی اصلا ماهش نمیخوام تاریخ دقیق بدم، ولی امسال 100% استرالیا برنامه داریم. امیدوارم که همه حمایت کنن بیان یه شب خیلی خیلی فوق العاده رو با هم داشته. خب پس ما همینجا قول ازتون گرفتیم. 100%. خدا روش، خیلی هم عالی. ساسان جان، من قبلا هم تو برنامه‌ام ازت میوزیک ویدیو پخش کرده بودم، به خاطر یه بیوگرافی کوچیک ازت گفته بودم، اینکه متولد اهواز هستی و فقط 27 سالته. میخوام یه کوچولوی دیگه با صدای خودت برای بیننده هامون بگی از سبک کارت، چون که حدود 10 سال پیش کارتو شروع کردی با سبک کاملا متفاوت. چی شد یهو اینجوری عوض شدی؟ خیلی البته عوض که عوض شد. من 20 آبان 1367 هم بیوگرافی رو دقیقا برای اولین بار یه نفر درست گفت. و اینکه سبک کاری هم بالاخره خب هر سالی که میره جلو این خودت شد سالی دیگه برنامه بهتر میشه، یه سال دیگهش باز برنامه بهتر میشه. تجربه ای که از مونگوین تو این سالا خیلی به کمک میکنه. من یه تغییر سبک داشتم، خیلی به نظرم تاثیر داشته تو کارم تو این چند ساله. حالا شما دوست داشتین اصلا ساقیا رو گوش دادین تو استرالیا یا نه؟ من خودم به شخصه عاشقشم. عالی، ما که اینجا کنسرت زنده تو نداشتیم اما توی کلابا حسابی باهاش شخص دیدیم، خیلی عالی بود. همون برنامه قبل، یعنی همون 10 سال پیش هم اولین آهنگت یادمه، حالا نمیدونم اشتباه میگم پارمیدا بود، همون موقع هم سبکا جالب بود برای ما که تینیجر. من که اون موقع سنی نداشتم، 7 8 سالم بود. خیلی جالب. الان الان چند تا 15 سال برام یه چیزی تایم ما. عالی عالی، کاراتون واقعا عالیه. هر کدوم حالا به نوبه خودش، طرفداراتون تینیج هستن، خب با خودت سناشون داره میره بالا و اونا هم تغییر سبک تو 100% دوست دارن. مرسی، ممنونم. خواهش میکنم. باشه سازان جان، وقتتون نمیخوام زیاد بگیرم چون میدونم اختلاف ساعتمون خیلی زیاده. مردم گلمون الان نمیدونن چون بعد از ظهر دارن تماشا میکنن، اما اونجا ساعت 3:30 شبه و من ساسان رو تا الان بیدار نگه داشتم تا صداشو بشنویم. ممنونم ازت عزیزم. نه قربونت برم، خیلی خوشحال شدم که با صحبت کردم. امیدوارم که به زودی زود ببینمتون تو استرالیا. امیدوارم که روز خوبی داشته باشی. به همچنین، شما هم همینطور شبت خوش. برات بهترین آرزوها رو میکنم. خدا نگهدار. من هم همینطور. خداحافظ. آهنگ تاپ برنامه‌مون واقعا تاپ بود. بازم ممنونم از ساسان عزیز. امیدوارم که از این قسمت برنامه تاپ 10 لذت برده باشین، از ویدیوها، آهنگا و خواننده‌های خوبمون. براتون بهترین و قشنگترین آرزوها رو دارم.
و منتظر برنامه‌های بعدیمون باشین. ما هم منتظر شنیدن نظر و پیشنهادهای خوبتون هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.